درود و وقتتان بخیر. با خبرهای ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا با من احمد زبیر بیبزاده خوش آمدید. امروز شنبه 20 سنبله سال 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 11 سپتامبر سال 2018 میلادی. در نخست سرخط خبر، بیش از 150 قربانی در حمله خونین ننگرهار. منګه دغه ماشومان چې د زمنګ عکسونه خارکګي دغه ټول وشلی موګه هم محل اقدامات وکړل، د سیمیز پولیسو قماندان توقیف شو. هوشدار تازه حکمتیار به حکومت و کمیسیون انتخابات. پرګند معلومی چې دولت دی تقلب اراده ده. و واکنش تند امریکا بر مانور نظامی روسیه و چین. مشروع خبرها. در یک حمله انتحاری در میان مظاهره کنندگان در ولسوالی مهمندره ننگرهار بیش از 30 تن جان باخته و نزدیک به 130 تن دیگر زخمی شدند. با گفته مسئولان، باشندگان 4 ولسوالی شنوار ننگرهار بر ضد یک فرمانده پلیس محلی در حال مظاهره بودند که اولی ساعت 1 پس از چاش یک حمله کننده انتحاری خودش را در میان آنان منفجر کرد. گفته می شود که وضعیت شمار زخمیان این حمله انتحاری خراب است. برخی باشندگان ولسوالی های اچین، مهمندره، دوربابا و غنی خیل که قوم شنوار در آنجا زندگی می کنند، روز سه شنبه بر ضد یک فرمانده پلیس محلی به نام بلال پاچا مظاهره کردند. از منگا دغه ماشومان چې د زمنګ عکسونه خارکګي دغه ټول وشلی، چې دویم زوی بلال دی، چې دریم میرویس دی، او څلو دریم زوی جلیل به نامه. منگا هغه پورې به دا مظاهره همداسې براریاس چې څو پورې دغه د افغانستان حکومت د محبس ته نه لګلي. دغه خلک چې دا د دې قاتلانو حمایه او ملاتړ یې کړه، دا د خپلو دندو نه ګوښه شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. زموږ غوښتنه همدا ده. حوالی ساعت 1:40 یک حمله کننده انتحاری در میان این مظاهره کنندگان خودش را منفجر کرد که در نتیجه 32 تن جان باخته و 128 تن دیگر زخمی شدند. که مؤسسه در ممندره و سوال در دکیب ساحه که را مؤسسه و در منگه روخته مراکز تا ترده در من پوری در شپیتو به شاوخوا که زخمی را ولد سویدی او شهیدان سی ارقام به تفاوت که در شلو زیاد دی در شلو دیش ترمن شهیدان دی. اعتراض کنندگان پس از حمله انتحاری بر ضد حکومت و بلال پاچا شهار دادند. منګه څوونه کسانې بندیان کړي شخصي زندانونو کې، هغوی نه یې پیسې اخیستي د 15 لک روپو نه تر 2 لک روپو پورې. زموږ خلکو نه یې موټر اخیستي دي، بیا څه پیسو په مقابل کې بېرته خوشې کړي او څه یې خرڅ کړي ځان لره. زموږ کورونه یې راسپړلي، لرګی یې راوړی دی کېن ستاسو دغه باچا او زامن ونیسي څلور واړه او دا بندیان کاندي او بس موږ به وښو خپل کیس به ورسره وچلوو او څو پورې چې دا نیول شوي دی مخ پورې به زموږ دا مظاهره روانه وي او بل حکومت نه زموږ دا خیر دا څلور کسان اخلي کو دا دېرش زره کام اخلي. زموږ سوال دا دی چې دغه څلور کسان لرې که او دغه دېرش زره کام واخلي، زموږ حکومت ته دا سوال دی. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که به اساس شکایت های مردم اقدامات شده است و همچنان بلال پاچا نیز اتهامات را رد میکند. د سیمیز پولیسو د مشر پاړه چې کوم غبرګون یا نظر دوی درلود، موږ هم محل اقدامات وکړل. د سیمیز پولیسو قماندان توقیف شو. له دوی وغوښتل شول چې تاسې مستند اسناد د پاړه وړاندې کړئ او د نظامي سرنوالۍ سره رسما شریک کړئ. مه متاسفانه معلومات شریک نه شول په وخت باندې. زما پلار سپین ږیری دی، مشر دی، زه نه په نظام کښې دی نه یې د نظام کښې وجیفه شته دی. موږ درې ورونه چې د هر قومندان په وخت کښې ما جرم کړی، قتل مه کړی، اختطاف مه کړی، د هغه وخت اسناد او شواهد او ثبوت ته وښیئ دې دولت ته، دغه محکمې ته، دې څارنوالۍ له په ما پسې دې را وړي. تمام جان باختگان و زخمیان این رویداد غیر نظامیانی هستند که بر ضد بلال پاچا در مظاهره شرکت کرده بودند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید اساس تقلب را در انتخابات رهبران حکومت وحدت ملی با گماشتن افرادشان در کمیسیون های انتخاباتی گذاشتند. حکمتیار تاکید میوزد که میلیون ها شناسنامه جعلی میان مردم توزیع شده و حکومت 12 میلیون شهروند شامل پناهجویان، بیجا شدگان داخلی و باشندگان مناطق ناامن را به گونه عمدی از حق رایدهی محروم ساخته است. گلبدین در مورد آمریکا اضافه می کند که راهبرد آن کشور برای افغانستان ناکام است. علی از غری جزئیات می دهد.
در آستانه نزدیک شدن به روز برگزاری انتخابات، حکمتیار شبی دیگر جریان‌های سیاسی از تقلب در انتخابات پیشرو نگران است و اساس دستکاری‌ها در کار کمیسیون انتخابات را به گردن هر دو رهبر حکومت وحدت ملی می‌اندازد. اولادی جن پسرگند معلومی است که دولت دی تقلب اراده دارد. اگر نگوالی که انتخابات شفاف و عادلانه. حکمتیار میگوید که 6 میلیون مهاجر، 2 میلیون بیجا شده و در حدود 4 میلیون باشنده بخش های ناامن به گونه عمدی از سوی حکومت و کمیسیون انتخابات از شرکت در انتخابات آینده محروم ساخته شدند. موردی که از سوی کمیسیون انتخابات رد میشه. 5 میلیون مهاجر، 2 میلیون بیجا شوی او تر 4 میلیون زاد ناامن رسمو استوگان درای ورکولو لحق نه محروم کړی شوی. به این انتخابات ناممکن بود که او ثبت نام بکنیم و شامل روان شوند، ولی در انتخابات های آینده طبعاً که کمیسیون یک فکر خواهد کرد. حکمتیار همچنان راهبرد آمریکا، پیمان امنیتی این کشور و حضور پررنگ آن را در 17 سال پسین برای افغانستان هیچ کارا نمی داند. قطعاً امریکا در همه اهداف جنگیش ناکام، هم استراتژی سیاسیش ناکام بوده، نتوانسته حکومت قوی، نیرومند، متحد و موفق بسازد. از دید وی حکومت در روند گفتگوهای صلح با طالبان نیز خوب عمل نکرده است. ما متاسفانه دولت را، حکومت وحدت ملی را طوری یافتیم که در این نه ظرفیت تامین صلح وجود داره و نه اراده. همچنان حکمتیار در مورد آنچه که طرح صلح جریان‌های سیاسی با طالبان گفته می‌شود خودش را بی‌خبر انداخته و می‌گوید در این روند با احزاب سیاسی نیست، چون صلح سیاسی با طالبان نتیجه ندارد. اختلاف میان رئیس جمهور و جنرال دوستم هنوز پابرجاست و این اختلاف ها سبب شده که آقای دوستم کمتر به دفتر کارش برود. نزدیکان جنرال دوستم میگویند که رئیس جمهور به وعده هایی که به آقای دوستم داده بود عمل نکرده و صلاحیت های معاون نخست به وی داده نمی شود. در این حال نزدیکان رئیس جمهور غنی از جنرال دوستم میخواهند که برای حل اختلاف هایش به گونه مستقیم با آقای غنی گفتگو کند. شاهپور فرهمند جزئیات میدهد. نزدیک به دو ماه پیش جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری بر بنیاد یک توافق با ارگ پس از 14 ماه از ترکیه به کشور برگشت. اما از آن به بعد هم آقای دوستم با عنوان معاون نخست رئیس جمهور در نشست‌های کابینه و دیگر نشست‌های مهم کمتر حضور یافته است. اصلا پذیرش نیست، تحمل نیست و امو دید بازم دیکتاتورانه و دید انحصارگرانه است که بالاخره کشور به طرف تباهی برده روان است. او اعتمادی که و او به حساب صلاحیت هایی که بعد برای ماوس اول بعد داده شده مطابق به قانون امو همون زمان او مشکل به حالت خود باقی است. رهایی نظام الدین قیصاری اجازه یافتن آقای دوستم برای رفتن به دفتر کارش زیر پیگرد قرار نگرفتن در پرونده اتهام آزار و اذیت احمد اشچی و نیز پایان یافتن اعتراضات ضد حکومتی در شماری از ولایت‌های شمالی از موارد توافق شدن میان ارگ و جنرال دوستم بودند. آقا دیده و دی رئیس جمهور تر مز مشکل ده، ملت پوری آلا نلری، ده معاوین اول ده غیر رئیس جمهور ده وردی سی خپل مشکل ده پخپل او سره حل کی. دی ملت لخوانم دوم رو چی ولسی جرگی یا ملت بیرت ده اجازه ور کرد چی راسی خپل کارت ایدامه ور کی. در این حال شماری از باشندگان فاریاب از جنرال دوستم هم میخواهند که برای تامین امنیت ولایت های فاریاب جوزجان به این ولایت ها بیاید. وضعیت پیش آمده ایجاب میکنه و خواست مردم افغانستان خصوصا فاریاب است که در شمال سفر بکنن، حکومت مرکزی حمایت بکنه در اصل سکتورهای امنیتی، وزرای دفاع، داخل امنیت. حکومت موظف و متعهد برای است که به خواسته های مردم فاریاب تسلسلوار یکی بعد از دیگری اینا چی بکنن عمل بکنن، ولی امروز درست است یکی از خواسته های مردم برگشتن معاونیت اول بود و این هم حق مسلمی این مردم بود. در این بار هرچند خواستیم دیدگاه ریاست جمهوری را بگیریم اما موفق به این کار نشدیم. با این حال جنرال دوستم هنگام برگشت از ترکیه بیدرنگ در میان هوادارانش سخنرانی کرد و هشدار داد که اگر آنچه که میان او و رئیس جمهور توافق شده عملی نشود دوباره به بیرون از کشور خواهد رفت.
احمد ضیا مسعود، برادر احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور، از گشت زنی شمار از جوانان مسلح در حجره سنبله حمایت کرده است. آقای مسعود این حرکت را اوج نارضایتی جوانان از رهبران سیاسیشان خوانده و گفته اگر حکومت در سیاستهایش تغییر نیاورد این حرکتها ادامه خواهد یافت. این گفته های آقای مسعود با موج از انتقادها روبرو شده است. در این حال وزارت داخله میگوید پرونده کسانی را که به جرم برهم زدن امنیت شهر در حجره سنبله بازداشت شدند را به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده است. باز هم شاهپور فرهمند جزئیات می‌دهد. 17 سال روز ترور احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور در 18 سنبله امسال هم حاشیه های زیادی داشت. یکی هم این تیراندازی ها که به باور منتقدین شماره را راهی بیمارستان ها کرد و سبب ترس و وحشت در میان شهروندان شد. در یکی از تصویرها دیده می شود که جوان تصویر رئیس جمهور غنی را در کنار وزارت اطلاعات و فرهنگ هدف گلوله قرار می دهد. اما پیدا کردن رنگ و بوی سیاسی این حرکت جالب است. مثلا احمد ضیا مسعود، برادر قهرمان ملی کشور، در صفحه فیسبوکش رفتن رژه نظامی از سوی شماری از جوانان را ستایش کرده و گفته که اگر حکومت در سیاستهایش تغییر نیاورد این حرکتها در آینده نیز ادامه خواهد یافت. با دولت بگویند که ما متوجه کارکردهای شما هستیم. این چهره نزدیک به قهرمان ملی کشور هم به این موارد مهر تایید میگذارد. وقتی دولت یک مراسم رسمی رژه به خاطر یاد بود از قهرمانی شهدای افغانستان برپا نمیکنه، مردم عام جوانا میرن کار میکنن. مخالفان این حرکت ها را نوع آشوب و تلاش برای خریدن افکار جوانان میدانند. هر وقتی که هر قوم از شهید فروشان خود، از معلول فروشان خود و از تنظیم فروشان خود رها کنند، آن زمان نانشان هم گرم می شود و آبشان هم سرد می شود. ملت مظلومی که سال هاست در دار تنور وحشت دهشت می سوزد، یا را بازم زخمی و یا بکشند. خرم 21 دیگه لازم نیست که ما چنان وحشت را بین مردم ایجاد بکنیم. حتی از این جوانان انتظار به این می رفت که اونا با این شعارهای غیر از این که مثلا گویا همچا حرکات را انجام دادن، با شعارهای متفاوت دیگر مردم را دعوت میکردن به همپذیری. تنها در 18 سنبله نیست که پایتخت گواه شلیکای خشونت بار می شود. در روزهای مناسبتی مانند پیروزی کشور در مسابقات ورزشی، شهر کابل گواه گشتنی ها و شلیکای می باشد که شمار خوشیشان را از دهن تفنگ شلیک می کنند. پلیس و د قانون مطابق 200 کسان لالسګونو شمیر وسلې سره او لپنځوس موټر سره نیولی او دوسیه هم عدلی و قضایی ارګانو ته معرفي کړي. این در حالی است که مسئولان بنیاد احمد شاه مسعود همواره این حرکت ها را نکوهش کردند. همزمان در محفل بزرگداشت از هفته شهید در خیمه لوی جرگه به روز یکشنبه، رئیس اجرایی هم شلیک و گشتنی های خشونت آمیز را ترور دوباره احمد شاه مسعود خواند. اکنون فشرده چند خبر از جهان. وزارت دفاع آمریکا گفته است که مانور نظامی مشترک روسیه و چین را از نزدیک زیر نظر دارد. از بامداد سه‌شنبه سه مانور نظامی روسیه با نام و با شرکت حدود 300 هزار تن از نظامیان این کشور در شرق سیبری آغاز شده است. در این مانور تجهیزات و تسهیلات پیشرفته روسیه آزمایش می شود و از آن با عنوان بزرگترین تمرین نظامی این کشور از زمان پایان جنگ سرد نام برده شده است. چین با اعزام واحدهای متشکل از بیش از 3000 نظامی و تعداد نفر بر زره و هواپیما و مغولستان با اعزام چند کشتی جنگی از نیروی زمینی ارتش خود در این مانور مشارکت دارند. کاخ سفید گفته است که در تدارک دومین دیدار بین دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی است. سارا ساندرس، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید گفته است که دفتر رئیس جمهوری مشغول هماهنگی برای تدارک نشست بین رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی است. خانم ساندرس افزوده است که در پی نامه اخیر و پیام گرم رهبر کره شمالی برای رئیس جمهور آمریکا، کاخ سفید از برگزاری ملاقات دیگر بین دو طرف استقبال کرده است. سازمان ملل گزارش داده است که تعداد گرسنگان جهان برای سومین سال متوالی افزایش یافته است.
بنابراین گزارش 821 میلیون نفر یعنی از هر 9 نفر یک نفر در سال گذشته میلادی در جهان دچار سوء تغذیه بوده. گزارش تازه میگوید بیش از 150 میلیون کودک یعنی بیش از 20% کل کودکان زیر 5 سال در جهان با فقر تغذیه بزرگ شدند. گرسنگی و سوء تغذیه در حال برای 3 سال متوالی بیشتر شده که در سالهای قبل از آن روند نزولی داشت. دوباره خوش آمدید. اکنون خبر اقتصادی. دومین نمایشگاه بین المللی سالانه تجارتی و سرمایه گذاری هند و افغانستان فردا در شهر ممبئی هند برگزار می شود. در این نمایشگاه که به حمایت اداره انکشافی ایالات بین المللی ایالات متحده برگزار می شود، کالاهای تولیدی کشور به نمایش گذاشته خواهد شد. سفیر آمریکا در کابل می گوید افغانستان زمینه های خوب برای سرمایه گذاری و صادرات دارد. روز چهارشنبه شهر ممبئی هند شاهد برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی سرمایه‌گذاری هند و افغانستان خواهد بود. این نمایشگاه با همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده برگزار شده و در آن کالاهای تولیدی افغانستان و هند به نمایش گذاشته خواهد شد. سفیر آمریکا این نمایشگاه را برای افزایش داد و ستدهای تجاری میان دهلی و کابل سودمند می‌داند. این نمایشگاه بهترین های تجارت و صنعت افغانستان را به نمایش می‌گذارد. تدویر این نمایشگاه با افغان‌ها کمک می‌کند تا مردم جهان را آگاه سازند که این کشور فراتر از جنگ و خشونت دارای سایر چیزها هم می‌باشد. نخستین نمایشگاه بین‌المللی هند و افغانستان در سال گذشته نیز برگزار شده بود. پارسال بیشتر از 1000 کارآفرین افغان، اندی و بین المللی در نمایشگاه راه موفقیت اشتراک ورزیده بودند که در نتیجه آن قراردادهای معاملات تجارتی برزش بیشتر از $25 میلیون عقد گردید و $240 میلیون سرمایه گذاری صورت گرفت. توقع می رود که در سال جاری نیز به همچون دستاوردها بیفزاییم. در سالهای اخیر روابط اقتصادی و تجاری هند و افغانستان در حال افزایش گفته می شود و آگاهان نیز میگویند که هند بازار خوب برای تولیدات افغانستان است. اتاق تجارت از افزایش داد و ستد با ازبکستان خبر می‌دهد. بر اساس آمار این اتاق، آمار صادرات و واردات میان ازبکستان و افغانستان در سال به $700 میلیون رسیده است. وزارت صنعت و تجارت نیز رشد داد و ستدهای تجاری میان کشورهای آسیای میانه و افغانستان را سودمند می‌داند. بازرگانان افغان و ازبکستان در یک سال گذشته داد و ستدهای بازرگانیشان را افزایش دادند. به اساس آمارهای اتاق تجارت در یک سال گذشته نشان می‌دهد که به ارزش $700 میلیون کالاهای بازرگانی میان این دو کشور رد و بدل شده است. پرستان که کالو که به دغ افزایش چی مجرس ویلی در بنار هم افزایش و وینی او و با کوالی سو چی ازبکستان مرد پره و دیرش شیریک. افزایش داد و ستدهای بازرگانی میان ازبکستان و افغانستان خوشبینی اتحادیه ترانسپورت های خصوصی را نیز در پی گرفته است. موږ سره نه مشوره نه مثلا موږ سره هغه کانفرنس و دی یا مثلا مجلس ته تفاهم نو موږ زمونږ بعد دو سره موږ اشتراک درلودلی په صفت یو شرکت. وزارت صنعت و تجارت نیز از افزایش داد و ستدهای بازرگانی با همه کشورهای منطقه خبر میدهد. د افغانستان د صادرات و د بیلانس په برخه کې یا د ترانزیت و ترانسپورت په برخه کې د افغانستان حکومت هغه خپل پروګرامونه لري. این خوشبینی ها در حال ابراز می شود که هنوز هم صادرات افغانستان به کشورهای منطقه با چالش همراه است و پیش از این اتحادیه صادرکننده های میوه تازه از نبود بازارهای فروش میوه در بیرون از کشور نگران بودند. اکنون نرخ ارزها. $1 آمریکایی 75 افغانی و 15 پول، 1 یورو 85 افغانی و 80 پول، 1 درهم امارات 20 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایران 6 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 584 افغانی و 1000 روپیه هندی 1040 افغانی. اکنون وضعیت هوا. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایینترین 16. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایینترین 20. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36، پایینترین 23.
جلال آباد بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 30. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. و سرانجام غزنی بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15 پیش بینی شده است. سپاسگزارم از همراهیتان با خبرهای این ساعت آریانا.